در یک سال گذشته خوانده می شود، در نتیجه آن سه کودک زخمی شده است. پس از آن که دو نظامی اسرائیلی توسط جنگجویان فلسطینی کشته شدند، جنگنده های اسرائیل با پخش اعلامیه بر فراز شهر خان یونس از انتقام گیری قتل دو نظامیشان خبر داده بودند. این دو تن نخستین تلفات اسرائیل در نوار غزه در یک سال گذشته هستند که حماس مسئولیت قتل آنها را بر عهده گرفته است. در پی اعلام تصویب احداث 1600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس شرقی به وسیله اسرائیل، تنش میان فلسطینی ها و ارتش اسرائیل افزایش یافته است. حماس به تازگی بر شدت حملات راکتیشان علیه مناطق مسکونی اسرائیل افزوده اند. احزاب سیاسی پاکستان در حرکت تاریخی برای تقویت آزادی های پارلمانی یک بسته اصلاحی جامعه را به مجلس این کشور ارائه کرد. بر اساس اصلاحات قانون اساسی تسلیم شده به پارلمان پاکستان، رئیس جمهور دیگر قدرت خلع نخست وزیر این کشور را نخواهد داشت و نخواهد توانست مجلس را منحل نماید و سران ارشد نظامی نیروهای مسلح را منصوب کند. همزمان با این تصمیم احزاب سیاسی پاکستان، دیوان عالی این کشور خواستار رسیدگی به دوسیه مرتبط با فساد اداری شده که آصف علی زرداری نیز یکی از متهمان آن است. احزاب سیاسی پاکستان در تلاشند تا با تصویب این لایحه از قدرت آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور بکاهند. آنان روز جمعه در حرکت برای تقویت آزادی های پارلمانی یک بسته اصلاحی جامعه را به مجلس این کشور ارائه کردند. این طرح می تواند دست آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را از بسیاری از مواضع مهم قدرت کوتاه نماید. ماده 18 که ناقض تغییرات در قانون اساسی است و توسط پرویز مشرف رئیس جمهور نظامی پیشین پاکستان به تصویب رسید، به راحتی از دو سوم اکثریت مجلس برای وضع قوانین جدید حمایت می کند. این اصلاحیه به زرداری فرصت های مناسب داد تا به عنوان همپیمان آمریکا در موضوع جنگ با القاعده و پیروزی های بزرگ دست یابد. اما از لحاظ داخلی وی را به یک رئیس جمهور منفور به ویژه در میان احزاب مختلف پاکستان تبدیل کرد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر دولت پاکستان بر ریاست یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور برای کشاندن مجدد پای آصف علی زرداری به صحنه دادگاه و رسیدگی به فسادهای سیاسی و تحت فشار شدید قرار دارد. بر اساس اصلاحات قانون اساسی تسلیم شده به پارلمان پاکستان، رئیس جمهور دیگر قدرت برکناری نخست وزیر این کشور را نخواهد داشت و نخواهد توانست مجلس را منحل نماید و سران ارشد نظامی نیروهای مسلح را منصوب کند. و باز هم از پاکستان، برخی از منابع خبری پاکستان فرار سرکرده منطقه طالبان در شمال غرب این کشور را از دست نیروهای امنیتی تایید کردند. خبرگزاری شنوا در گزارش نوشت که منابع محلی پاکستان اعلام کردند که درگیری سنگینی بین نیروهای طالبان با نیروهای دولتی پاکستان در نهایت منجر به فرار ملا طوفان، رهبر منطقه طالبان در نواحی قبیله شمال غرب این کشور شد. بر اساس این گزارش، ملا طوفان رهبر طالبان پاکستان در منطقه اورزه‌ای در شمال غرب این کشور همزمان با افزایش شمار کشته شدگان در میان نیروهای شبه نظامی توانست از دست نیروهای دولتی بگریزد. نیروهای دولتی پاکستان روز پنجشنبه به مواضع طالبان در منطقه اورزه‌ای یورش بردن و پس از درگیری سنگین با نیروهای شبه نظامی رهبر آنها را به اسارت خود درآوردند. بر اساس اطلاعات این منابع خبری، موتر حامل ملا طوفان به دست نیروهای امنیتی افتاد، اما سرکرده ارشد طالبان توانست از دست نیروهای دولتی بگریزد از او از محل درگیری جان سالم بدر برد. با گذشت بیش از 10 از میله عنعنوی گل سرخ، باشندگان کابل بیشتر از سالهای گذشته از این جشن استقبال کردند. شمار زیاد از خانواده ها در کابل برای تجلیل این میله امروز را در بیرون از خانه هایشان سپری کردند. کمبود مراکز تفریحی در کابل از مشکلات جدی مردم است و آنها در رفع این نقیصه به دولت چشم دوختند. همکارم مسافر خوقندی تلاش کرده است تا آتش مردم برای تفریح و مشکل کمبود مراکز تفریحی را در این گزارش با شما پیشکش کند. امروز دومین هفته سال 1389 شماره از شهروندان کابل با خانواده خود به خاطر تفریح و بیرون از شهر آمدند. تفریح با خانواده و بعد از روی کار آمدن حکومت جدید در بین افغان ها از جایگاه خود برخوردار هست. بیشتر
این خانواده ها بیشتر خواهان ایجاد فضای سبز در کابل از سوی مسئولان امور هستند. آنان میگویند با وجود آنکه مشکلات زیادی در خانواده های کابلیان وجود دارد، اما از امکانات کم استفاده بیشتر کرده و در جمع اعضای خانواده در روزهای تعطیلی به تفریح می روند. دولت باید فضای سبز جسد جور کنند، دیگه امکانات جور کنند. برنگ ما چیه سکنی کسی به خانواده اجا باید برای تفریح باید رو ازیاد کنند؟ به خاطر سبز لغت کرد نروز استید. تفریح میکنیم، بازی میکنیم، برای میله اومده اینجا. تجلیل از روزهای میله گلساز تنها به خانواده اختصاص نداشته و جوانانی که یک هفته را برای امرار زندگی خانواده کار کردند نیز از این فرصت برایشان استفاده میکنند. دیگه از بدرهای ما فامیل یکانا خواهی شما ایسته که در میبرای در میله کسایی که با فامیل میای امنا را فامیل عذیت آزار نده. تجلیل از میله انعنای گل سرخ که قدمت آن به زمان اولین شاهان برق میرسد در شماره از کشورهای منطقه با برگزاری رسوم و سنن مختلف برگزار می شود. جشن نوروز که برابر است با تبدیل سال هجری شمسی در کشورهای اسلامی و مبدا تقویم مسلمانان است، چند پیش از سوی سازمان ملل متحد به یکی از روزهای بین المللی تبدیل شد. بله. اردوی آمریکا اعلام کرد سربازان عراقی و آمریکایی موفق شدند حداقل 6 تن از رهبران القاعده را بازداشت و یا به قتل برسانند. اردوی آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد شبه نظامیان مظنون در عملیات‌های امنیتی از تاریخ 18 تا 24 مارچ در موصل واقع در 390 کیلومتری شمال بغداد بازداشت و یا کشته شدند. این افراد متهم به عضویت در شبکه تروریستی القاعده و تلاش برای تأمین بودجه این شبکه از طریق اخاذی از شرکت‌های نفتی در اطراف موصل بودند. این افراد تلاش داشتند شرکت‌های نفتی و بنگاه‌های تجاری کوچک را هدف قرار دهند. در این بیانیه هویت این افراد بدون شرح است. خالد محمد حسن الجبوری امیر القاعده در شمال عراق، ابو احمد العفری مسئول امنیت اقتصادی و بشیر خالق حسین علی الجبوری فرمانده القاعده در موصل اردوی آمریکا همچنین اعلام کرد که 3 تن دیگر از چهره‌هایی که به اخاذی نفتی مشغول بودند در میان ده‌ها بازداشت شده در تاریخ 24 مارس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این بیانیه گفته شده که بدون حضور این افراد شبکه القاعده در عراق توانایی خود را برای انجام عملیات از دست خواهد داد. و اما گزارش ویژه امشب. گزارش ویژه امشب را اختصاص دادیم به توانمندی های یک معلول. شنیدید که خواستن توانستن است. فرق نمی کند که شما بدن سالم داشته باشید یا نه. در جامعه ما افراد کمی نیستند که دچار نقص عضو هستند و رسیدگی به آنان هم مشکل. اما در برخی موارد این خود معلولانند که به آن چی میخواهند میرسند. آره، همه چیز ممکن است اگر شما بخواهید. انجام اعمال از این دست کار پا نیست، اما کسانی که دست ندارن چاره هم غیر از این ندارن. کار ساده ای نیست، اما فراموش نکنیم که گفتن خواستن توانستن است. این تمام کارهایی نیست که حبیب الله نوید انجام می دهد. او باید تمام زندگیش را این گونه سپری کند. بخورد، بیاشامد، بنویسد، ورزش کند و چیزی را از زمین بردارد، اما همه را با پاهایش. این تلقین که خواستن توانستن است از این جوان چهره دیگری ساخته است. اما در همین کابل هستند شمار زیادی از معلولان که به کمک مردم نیاز دارند. اما حبیب الله نوید امسال امتحان کنکور در غزنی شرکت کردیم. امتحان کنکور را به موفقانه سپری کردیم. عبور موفقانه از آزمایش کنکور برای خیلی ها که همه امکانات را دارند کاری دشوار است. اما نوید از این آزمون گذشته است. از گفته هایش پیداست که او به رشته تحصیلی که رایافته راضی نیست. با اینکه دستان نوید از کار افتاده و بسیاری از کارهایش را توسط پا انجام می دهد، اما رشته تربیت معلم چیزی نیست که نوید می خواهد. خواسته او تحصیل در رشته حقوق است
و مسئولان امور نیز وقتی او را دیده بودند وعده همکاری داده بودند. زمانی که حاجی نمبر ما خواست گفته که 275 نمبر گرفته و ما بلی خود هم حساب میکنیم که ما همونتر میگیم و دیگه ما زمانی که در جاغوری در امتحانات آزمایشی کنکور شکر میکنیم هر دفعه ما موفق‌ترین شاگرد بودیم. ورزش برای خیلی ها دلچسب است. این حرکات نوید نشان میدهد که او در حد توان در این رشته هم ناتوان نیست. اما باور نکردنی است که او میگوید توان بازی کردن فوتبال را هم دارد. فکر میکنید راز موفقیت این جوان معیوب در کجاست؟ بد نیست لحظه ای به این پرسش و این جوان بیندیشید. بله، خواستن در توانستن است.